درود بر شما دوست عزیز و گرامی، خوش آمدید به اولین جلسه کارگاه طراحی و نقاشی با لیلی پرشیا. دوست عزیزم، همیشه شروع سخته. همیشه ما نسبت به شروع یک اینرسی داریم. برای منم این شروع به اندازه شما سخته. منم الان به همه اهل خانه گفتم که من شاگرد دارم، همه رو وادار به سکوت کردم و الان در خدمت شما هستم تا بهترین نتیجه رو بگیرم. درس امروز ما خیلی ساده است و خیلی مهمه. اصولاً چیزایی که خیلی مهمن خیلی هم ساده هستن. بنابراین لطفاً خوب گوش بدین تا نتیجه خوبی بگیریم. ما داریم از یک زبان صحبت میکنیم. وقتی شما آمدید که نقاشی رو یاد بگیرید، حتما میدونید که نقاشی یک هنر مادر هست. هنرهای هفت گانه همشون هنرهای مادر و اینها همه زبان هستن. زبانهای برای برقراری ارتباط. و جالب این که این زبان‌ها به اندازه اثر انگشت شما یونیک و منحصر به فردند. اما این زبان منحصر به فرد جوری بیان خواهد شد به لطف خدا، هنرمندانه و ماهرانه، که همه جهان آن را خواهند فهمید. حتی دور از جان شما بعد از مرگتون هم انسان‌های زیادی کلام شما را خواهند شنید. بنابراین قدم به جای خوبی گذاشتید. امروز ما می‌خوایم از اولین آواهای جالب و شنیدنی که از حنجره دستان شما ساطع خواهد شد صحبت بکنیم. این آواهای اولیه در نقاشی و طراحی بهشون گفته میشه خط. ما با لاین ها و خط ها امروز سر کار داریم. خیلی ساده، خیلی مهم. خط ها در نقاشی و طراحی ایجاد ساختار و اسکلت بندی میکنن. خط ها تعریف شکل و فرم میکنن. خط ها به ما احساس میدن. احساسات ما با شکل خطوطی که طراحی میکنیم نمایان میشه و همینطور تضاد و تاکید ایجاد میکنن. انواع بافت ها و تکسچر ها رو ایجاد میکنن. برای این منظور ما تمرین هایی رو داریم. ما گاهی وقتا خطوط موازی و ممتدی رو میکشیم که حالا دو سر تیز هستن و اسمش رو میذاریم هاشور. ما گاهی وقتا بازومون رو بر نمیداریم از صفحه کاغذمون و خیلی آزادانه خط میکشیم و خطوط کانتور رو میکشیم. ما گاهی وقتا خطوط متقاطع و تکه تکه رو میکشیم و با اونها بافت ها و تضاد هایی رو ایجاد میکنیم، تکسچر های متفاوتی رو ایجاد میکنیم و همینطور با استفاده از خطوط گشتالت ایجاد میکنیم و احجام ساده ای رو در فرم های پیچیده کشف میکنیم و به این ترتیب به هندسه پنهانی در تابلو و زمینه نقاشی خودمون میرسیم که در واقع لطافت خاصی از لحاظ بصری به اثر ما خواهد داد. اینها همه قلقهایی هست که یواش یواش یاد میگیریم. امروز میریم که مبارزه کنیم با کاغذ سفید و از این کار لذت کافی رو ببریم. برای من خیلی مهمه که شما برای من کامنت بذارید و احساس خودتون رو از حضور در این کارگاه به من بگید. به این دلیل که من یاد میگیرم و متوجه میشم که شما چقدر از این کلاس استفاده کردید و چقدر مشتاق این کارگاه هستید و انرژی بیشتری میگیرم که تمام مطالب رو بی دریغ در اختیار شما بذارم. خیلی خوشحالم که با شما این کارگاه رو شروع کردم. اگر که از این کارگاه لذت بردید، یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید و کامنت فراموش نشه. نقطه نظراتتون رو بگین، ما باید با هم دیگه دیالوگ داشته باشیم. این خیلی اهمیت داره. متشکرم. بریم بزنیم به خط. به این ترتیب که ما ابزارمون رو برمی‌داریم، ابزاری که می‌خوایم باهاش طراحی کنیم. ممکنه یک خودکار معمولی، یک مداد معمولی یا هر وسیله دیگه باشه. خط در ریاضیات از فاصله بین دو نقطه تشکیل میشه. ولی ما یاد می‌گیریم توی طراحی که خط خودش یک عنصر و یک نقطه هست. اگر که ما این خط‌ها رو با رفت و برگشت بازومون و دو سرتیز اعمال کنیم، خطوط موازی که خیلی قشنگ کنار همدیگه می نشینن و این رو تمرین کنیم، اسمش رو میذاریم هاشور. این هاشورها میشه با فشار دست، زخامت و تیرگی روشنی های متفاوتی پیدا کنن. در نتیجه ما بافت های مختلفی میتونیم باهاش بسازیم.
همینطور ما همونطور که توی قسمت اول درس بهتون گفتم ما میتونیم دست آزاد داشته باشیم توی طراحی. یعنی چی کار کنیم؟ شما از بازوتون اگر راحتین بیستین حتی. بازوتون رو روی کاغذتون حرکت بدید رقص کنه و سعی کنید بدون اینکه ابزار طراحیتون که حالا مداد خودکار یا هر وسیله دیگه هستش رو بردارید از روی کاغذ فرمهایی رو طراحی کنید. این کار دوستان عزیزم به شدت آرامش بخشه و کلی بهتون کیف میده. دستتون رو بر ندارید و خطوط منحنی و آزادی رو طراحی کنید. ما امروز حسابی آزاد و رها هستیم. حرکت بعدی این هستش که شما میتونید فرم‌های ساده‌ای رو طراحی کنید. احجام اولیه و فرم‌های ساده ریاضی دایره بکشه. سعی کنید دستتون رو بچرخونید و دایره بکشید. مربع بکشید. مثلث بکشید. خیلی راحت. خیلی راحت و آزاد. این فرم ها رو به هم وصل کنید. باز دوباره آزادانه خط بکشید. همین کار رو میتونید توی سررسیدتون، توی کاغذ کوچیکی که پشت یک تبلیغ هست، یک تراکتی که به دستتون رسیده و میخواید از قسمت تایپ نشودش استفاده کنید، این تمرین رو روی هر چیزی میتونید انجام بدید. بذارید روی این سر رسیدم به شما نشون بدم. از خودکارتون استفاده کنید. آزاد و رها بچرخید. برقصید باهاش و اگرم میتونید آهنگی برای خودتون بذارید و موسیقی رو داشته باشید توی فضا حتما این کار رو بکنید. کار بعدی این هستش که شما هاشو بزنید خطوط موازی و تقریبا دو سرتیز. بعضی وقتا ممکنه حالت خط خطی هم به خودش بگیره. بیشتر سعی کنید که موازی و دو سرتیز باشن. این کارتون رو قوی تر میکنه چون ما باید یاد بگیریم که خیلی تمیز صداهای اولیه رو در بیاریم. اینا آواهای اولیه‌ای هستن که کلمات ما رو در طراحی شکل خواهند داد و هر که بهتر صدا بسازه کلمه زیباتری ادا میکنه و کلمات زیباتر جملات بهتر و در نهایت داستان‌ها و روایت‌های زیباتر خلق می‌کنن. بنابراین قدرتمندانه پیش برید و بدونید که هیچ کس شما را قضاوت نمی‌کنه. به هیچ کس بدهکار نیستید در این طراحی آزاد. خود خودتونید، لذت ببرید و پیروز باشید. شما قراره که غلبه کنید به کاغذ سفید. بنابراین با هر ابزاری که دارید با تمام وجود آزاد باشید. مثل یک پرنده در فضا و بدونید که هیچ کس قرار نیست شما رو قضاوت کنه، داوری کنه، بگه خوب کشیدی، بد کشیدی، زشت، خوشگل، شبیه این شی هست، شبیه این فرد هست یا نیست. بنابراین خیلی راحت باشید، قدرت دستتون رو کم و زیاد کنید، در فضای کاغذتون برقصید و لذت ببرید. پاشور بزنید، بعضی از قسمت ها رو تیره تر و گاهی قسمتی رو رها کنید. انقدر خط بکشید و انقدر آزاد باشید که چیزی در صفحه کاغذتون غیر از خطوط قوی باقی نمونه. این کار رو بارها و بارها تکرار کنید. اگر کسی هستید که قبلا طراحی میکردید ولی سالهاست یا ماهاست که دست به قلم نبردید، این روش بسیار عالی هست برای اینکه دوباره اعتماد به نفس خودتون رو به دست بیارید و به جنگ کاغذ سفید برید. درس ساده امروز رو نوش جان کنید و ازش لذت ببرید. باریکلا، آفرین. آفرین عزیزم، خیلی خوب داری کار میکنی. خط بکش، خودتو رها کن. اگه موسیقی داری برای خودت بذار و بارها و بارها این کار رو تکرار کن
به جای اسکرول کردن صفحاتی که چیزی به دانش شما اضافه نمی کنین، بهترین راه هست برای اینکه آرامش رو به دست بیاری و با دنیای هنر تجسمی آشنا بشی و بهش قدم بذاری. آزاد و رها خط بکش. خوش آمدی عزیزم. از این خطا زیاد بکش. خط خطی کن و نظرتو در مورد خط خطی کردن به من بگو. احساسی که بهت دست داد رو بگو. بذار با همدیگه تعامل خوب و دیالوگ خوبی رو شروع کنیم. خیلی خوشحالم از داشتنت. بهترین هستی. بهترین هستی و برای بهترین ها آمده ای. بعدم میبینمت. خیلی زود. چی کار داریم؟ خواهد داریم که سرنگ بنا! آهنگ تو. خب. بعد مثلا آهنگشو درست کرد. باشه. وقتی میخوام ویدیو درست کنم این کار بکنم؟ آره. توی لپتاپ صوفی خیلی بهتر میشد. اوکی. باشه. مرسی. چه خوشگله. خیلی خوب یه پاپیون اسلایمی درست کردی. دستت درد نکنه قربونت برم مامانی. خیلی خوشگله. این گل منه. خودم تنهایی درست کردم بدون کمک هیچکی. آفرین. میخوای اینو هدیه بدی به بچه های من؟ نه میخوام برشون بفرستی. برشون میفرستم. شک نکن.